تحریم ها بر اقتصاد ایران یک سال پس از اعمال دور دوم تحریم های گسترده آمریکا. 40 سال پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، دشمنی امروز چقدر ریشه در گروگانگیری دیروز دارد؟ و چالش های گردشگری ایران در سایه تحریم ها. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. یک سال پیش آن دسته از تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که پس از توافق برجام برداشته شده بودند، با فرمان دونالد ترامپ دوباره به اجرا گذاشته شدند. این 6 ماه پس از روزی بود که دونالد ترامپ از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. در یک سال گذشته، آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه ایران به اجرا گذاشته، تحریم‌هایی که صنعت نفت، کشتیرانی، بانک و بیمه ایران را هدف گرفت. بهرنگ تاجدین نگاهی کرد به تأثیرات این تحریم ها روی اقتصاد ایران. مشکلات اقتصادی هست. آبان 1397، اندکی پس از آغاز تحریم های ثانویه آمریکا، رئیس جمهوری ایران تأثیرگذاری آنها را زیر سوال میبرد. ما نفتمون میفروشیم، هر کاری هم اونا بکنن، ما اونقدر راه داریم و مسیر داریم برای فروش نفت که تحریم اونها بی اثره. ولی از بهار پارسال که رئیس جمهوری آمریکا با این امضا فرایند بازگشت تحریم‌ها را کلید زد، صادرات نفتی ایران رو به سقوط گذاشت. طبق تخمین‌های مؤسسه کپلر، در این یک سال و نیم صادرات نفت و معدنیات گازی از 2,800,000 بشکه در روز به حدود 200,000 بشکه در روز رسیده، یعنی تقریباً 1/10 شده. نگرانی های ناشی از تحریم آمریکا علیه ایران باعث شد که اون تورم انتظاری و اون در واقع انتظار تورمی در جامعه ایران که همه حدس می زدن که خب با آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری به کاخ سفید شرایط اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد و دوباره رفت آمد دلارهای نفتی درآمدهای ایران دشوار خواهد شد به واسطه تحریم ها. همین باعث شد که موجی از تبدیل سرمایه‌های ریالی در بازار برای اینکه اون رو جایگزین بکنن با یک سرمایه و دارایی که در آینده کمک اونها باشه و کدام بازار بهتر از بازار طلا و سکه و بازار ارز. التهاب در بازار ارز که از پاییز 96 آغاز شده بود، با آغاز تحریم‌های نفتی شدت هم گرفت و بر کل اقتصاد ایران تأثیر گذاشت. تحریم ها روند افزایش قیمت دلار را تشدید کرد، طوری که پول ایران به نسبت 2 سال پیش 2/3 ارزشش را از دست داده. با سقوط ارزش ریال، شاخص قیمت یعنی سطح کلی قیمت ها هم روند صعودی گرفت، به طوری که طبق داده های مرکز آمار ایران در 2 سال گذشته قیمت کالاها و خدمات به طور متوسط 70% بالا رفته. روند گرانی مواد غذایی حتی شدیدتر هم بوده، به طوری که با وجود همه یارانه ها قیمت مواد غذایی به طور متوسط بیش از 2 برابر شده. ولی این فقط متوسط است. گرانی بعضی اقلام شدیدتر بوده. مثلا قیمت گوشت گوسفندی در این مدت تقریبا 3 برابر شده. کلی از این پوشک‌ها مجبور شدم بخرم. در کنار گرانی، مشکل دیگر کمیاب شدن گاه و بیگاه بعضی کالاها بود، مثل دوره‌ای که پوشک بچه پیدا نمی‌شد. باز هم قرار گرون بشه. کم شدن درآمدهای ارزی به کاهش میزان و تغییر ترکیب واردات ایران هم منجر شد. طبق آمارهای گمرک ایران، میزان واردات کالاهای مصرفی از سال 1396 تا سال 97 تغییر چندانی نکرد، در صورتی که در همین مدت واردات کالاهای واسطه‌ای یعنی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه ها 23% کاهش یافت و واردات کالاهای سرمایه‌ای که ابزار تولیدند بیش از 30% کم شد. اساساً تولید پر رونقی صورت نمیگیره که برای اون تولید نیاز به کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و ماشین‌آلات باشه از طرفی، و از طرف دیگه اینکه افزایش قیمت ارز در بازار ایران باعث شد که قیمت کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات گران بشه و دیگه صرفه نداشته باشه برای تولید کننده ایرانی که از این مواد اولیه وارداتی گران تمام شده وارد بکنه و همچنان تولیدش رو ادامه و همچنان بازار داشته باشه.
کاهش واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی و در نتیجه تولید کارخانه ها در کنار کاهش تولیدات نفتی طبیعتاً به رشد اقتصادی ضربه میزند. رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر بالا و پایین زیادی داشته. پیشبینی بانک جهانی بر اساس آمارهای نهادهای دولتی ایران این است که امسال رشد اقتصادی کشور منفی 8.7% باشد و در 2 سال آینده هم تقریبا رشد نکند. اقتصاد ایران با یک بحران تمام عیار و رکود مواجه است. بحرانی که خروج از آن بدون پیدا کردن راهی برای لغو تحریم‌ها چندان آسان نیست. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 یعنی 40 سال پیش به بحران بزرگی در روابط دو کشور منجر شد که تا امروز ادامه دارد. شروط اولیه جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه این بحران استرداد محمد رضا شاه پهلوی برای محاکمه و تحویل دارایی‌های او بود که محقق نشد. با ادامه بحران مطالبه اصلی تهران برای آزادی گروگان‌ها به آزادی دارایی‌های توقیف شده‌اش از طرف آمریکا کایها تبدیل شد. سرانجام در حالی که مقام‌های ایرانی در ابتدا از مطالبات 24 میلیارد دلاری خود از آمریکا سخن می‌گفتند، مبلغی که در ازای آزادی گروگان‌ها از واشنگتن دریافت کردند، حدود 8 میلیارد دلار بود که 5 میلیارد آن صرف پرداخت مطالبات متقابل بانک‌های آمریکایی شد و در نهایت بیش از 3 میلیارد دلار باقی نماند. خشایار جنیدی نگاهی دارد به تاریخچه 444 روزه اشغال سفارت آمریکا از آغاز تا آزادی دیپلمات‌های آمریکایی. 13 آبان 1358، روزی که در تقویم رسمی ایران یوم الله نامیده شده. در این روز جوانانی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند به سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند، درهایش را شکستند، دیپلمات‌هایش را بازداشت و اسناد و مدارکش را توقیف کردند. 66 شهروند آمریکا به رغم مسئولیت دیپلماتیک در دستان گروهی گرفتار بودند که می‌گفتند به طور خود جوش وارد عمل شده اند. دنیا در برابر بحران بی سابقه‌ای قرار گرفته بود. رفتار ایران جهان متمدن را بهت‌زده کرده. تشویق خشونت اوباش و تروریسم به وسیله یک حکومت و حمایت و شرکتش در گروگانگیری در تاریخ بشر بی سابقه است. دانشجویان پیرو خط امام خواهان استرداد شاه به ایران برای محاکمه بودند. شاه برای درمان سرطان به آمریکا رفته بود. حمایت آیت الله خمینی از این اقدام تلاش‌های دولت موقت را برای پایان دادن به بحران بی نتیجه گذاشت. آیت الله خمینی اقدام دانشجویان را انقلاب دوم نامید و مسئولان را از دیدار با فرستادگان کارتر منع می کرد. مهدی بازرگان از نخست وزیری استعفا داد. در 26 آبان 13 نفر از کارکنان زن و سیاه پوست سفارت آمریکا به دستور آیت الله خمینی آزاد شدند. یکی دیگر از دیپلمات‌ها چند ماه بعد به علت ابتلا به بیماری MS به خانه بازگشت. اما 52 نفر دیگرشان تا پایان ماجرا در ایران ماندند. و این در حالی است که 6 نفر از کارکنان سفارت که گرفتار نشده بودند با کمک دولت کانادا در یک عملیات مخفی ایران را ترک کردند. 2 قطعنامه شورای امنیت و پادرمیانی دبیر کل سازمان ملل و پاپ هم در تغییر موضع انقلابیون تأثیر نگذاشت. آیت الله خمینی بر استرداد شاه اصرار داشت. 4 روز پس از گروگانگیری، نخستین مجازات‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران کلید خورد. در 17 آبان، جیمی کارتر، صادرات هر گونه اسلحه را به ایران ممنوع کرد. تا پایان آبان خرید نفت از ایران ممنوع و اندوخته‌های بانکی ایران هم مسدود شد. آقای کارتر در نهایت در 18 فروردین 1359
روابط سیاسی بین دو کشور را قطع کرد. با بی ثمر بودن تلاش‌های دیپلماتیک، جیمی کارتر در 5 اردیبهشت 1359 با عملیات نظامی در خاک ایران برای آزادسازی گروگان‌ها موافقت کرد که به خاطر طوفان شن در طبس و برخورد یک هلیکوپتر با هواپیمای سوخت رسانی و کشته شدن 8 نظامی آمریکا شکست خورد. در طول این مدت، ابوالحسن بنی صدر در ایران به ریاست جمهوری انتخاب شد و انتخابات نخستین دوره مجلس هم برگزار شد. شاه هم که در اواخر آذر 58 با ناتمام گذاشتن درمان آمریکا را ترک کرده بود، در 5 مرداد درگذشت. در 31 شهریور 1359 با حمله عراق به ایران جنگ 8 ساله آغاز شد و تلاش دو طرف برای آزادسازی گروگان‌ها سرعت گرفت. مذاکرات مشکل بود و در میانه راه در 13 آبان 1359 رونالد ریگان جمهوری‌خواه جیمی کارتر را در انتخابات شکست داد. بحران در روابط با ایران در این شکست نقش مهمی داشت. با این حال وارن کریستوفر معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنان با وساطت دولت الجزایر با ایران مذاکره می کرد. در نهایت دو طرف در 29 دی 1359 برای آزادسازی گروگان‌ها در قبال دریافت 8 میلیارد دلار از مطالبات ایران به توافق رسیدند. گروگان‌های آمریکایی دانشجویان پیرو خط امام پس از 444 روز در 30 دی از ایران خارج شدند. در روزی که مراسم تحلیف رونالد ریگان در واشنگتن برگزار می شد. خشایار جنیدی، BBC. 13 آبان پارسال دولت آمریکا دومین گام برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را برداشت و شرایط به دوران قبل از توافق هسته‌ای بازگشت. طی 1 سال گذشته هم تحریم‌ها را افزایش داده. شیدا هوشمندی نگاهی کرده به روند این تحریم‌ها که 40 سال پیش بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شروع شد. توپ، تانک، مسلسل، جنگنده‌های F-16 سال هاست جای خودشان را به اینها دادند، مهمترین ابزار برای تحریم. و تحریم مدرن ترین اهرم برای فشار بر دولت ها. 4 دهه است نام ایران و تحریم به هم گره خورده. داستان تحریم ایران حالا طولانی تر از حوصله مردم شده، مانند فیلمی طولانی و خسته کننده. فیلمی که داستانش می توانست متفاوت باشد اگر در 13 آبان 58 انقلابیون تبعات حمله به سفارت امریکا را در نظر می گرفتند. داستان ایران تحریم زده از این روز شروع می شود. We stand today as one people. We are dedicated to the principles and the honor of our nation. We've taken no action which would justify concern among the people or among the government of Iran. چند روز بعد از گروگانگیری 52 امریکایی در سفارت، جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت امریکا فرمان نخستین تحریم این کشور علیه ایران را صادر می‌کند. چند روز بعد از آن، دارایی‌های دولت ایران در بانک‌های آمریکایی مسدود می‌شود. با ناکام ماندن تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌های آمریکایی، کاخ سفید تجارت شهروندان آمریکایی را با ایران ممنوع اعلام می‌کند و این آغاز یک رشته تقابل بین دو کشوری است که می‌توانستند شریک تجاری باشند. نخستین دور تحریم‌ها مربوط به مسدود کردن دارایی‌های ایران بود. این تحریم‌ها به دنبال توافق الجزایر در سال 1981 لغو شدند، اما به بنیان یک رژیم 40 ساله تحریم علیه ایران تبدیل شدند. بعد از جنگ ایران و عراق، رئیس جمهوری وقت آمریکا با امضای یک فرمان تقریباً هر گونه داد و ستد و رابطه سرمایه‌گذاری بین ایران و آمریکا از جمله در حوزه نفت را ممنوع اعلام می‌کند. این همان قانونی است که امروز به عنوان قانون وضعیت اضطراری ملی می‌شناسیم که هر سال تمدید می‌شود.
یک سال بعد هم تصویب قانون تحریم‌های لیبی و ایران برای نخستین بار تحریم‌های آمریکا را جهانی می‌کند و پای دیگر دولت‌ها را هم به میان می‌آورد. تحریم‌های لیبی و ایران یک بُعد آمریکایی و یک بُعد غیر آمریکایی داشت. هدف این تحریم‌ها اعمال فشار بر ایران برای تغییر رفتار در دو حوزه پشتیبانی از تروریسم و اخلال در تردد کشتی‌ها در خلیج فارس بود. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. بعد از سالها تقابل و هنگامی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از موارد نقض همکاری ایران گزارش می‌دهد، فصل جدیدی از تحریم‌ها علیه حکومت ایران آغاز می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل طی سال‌های 85 تا 89 خورشیدی 6 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند. سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران که البته با توافق اتمی لغو شدند. این تحریم‌ها بیشترین لطمه را به ایران زدند، چرا که ابعاد جهانی داشتند. دولت‌های بوش و اوباما تلاش کردند برای فشار بر ایران کشورهای دیگر را به همکاری تشویق کنند. هدف هم بازگرداندن ایران به میز مذاکره اتمی بود. تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران دولت باراک اوباما گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. یک نمونه از این تحریم‌ها تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر است. واشنگتن با همکاری اروپا علاوه بر تحریم خرید نفت، بانک مرکزی ایران را هم در فهرست سیاه می‌گذارد. نخستین بار در تاریخ که یک نظام بانکی تحریم می‌شود. این بار دولت آمریکا علاوه بر موفقیت در همراه کردن اروپا، توانست روسیه و چین را هم به جبهه خودش اضافه کند. این کلید موفقیت سیاست دولت اوباما در رسیدن به توافق اتمی با ایران بود. بدون همراهی روسیه و چین، رسیدن به برجام ممکن نبود. اگر هم اتفاق می‌افتاد، کار خیلی دشواری بود. بعد از بیش از یک دهه مناقشه، توافق اتمی میتواند فرصتی برای بهبود روابط ایران و امریکا باشد، فرصتی که البته بالفعل نمیشود. برجام مجالی برای رفع یا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای است، اما تحریم‌های مربوط به پشتیبانی از تروریسم و نقض حقوق بشر باقی میمانند. تحریم‌هایی که رفع آنها مستلزم پایبندی به قوانین بین‌المللی، شفافیت مالی و دوستی با جهان است. البته رفع تحریم فروش هواپیماهای تجاری و قطعات آن که بی ارتباط با پرونده اتمی هستند سیگنالی است مثبت که دامنه رفع تحریم‌ها می تواند گسترده تر شود، اما این فرصت هم از دست می رود. این یکی از چالش‌های ایران بعد از اجرای برجام بود. ایرانی‌ها می‌گفتند به خاطر تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند از تمام دستاوردهای اقتصادی برجام بهره ببرند. بخشی از این مشکل البته به مدیریت اقتصادی ایران، فساد و حضور گسترده سپاه در اقتصاد مربوط بود، اما بخش دیگر به تحریم‌های باقی مانده آمریکا مربوط بود. ایران is not living up to the spirit of the deal. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، پرونده تمام تحریم‌های رفع شده در برجام دوباره باز می‌شود. این بار آمریکا به تنهایی از برجام خارج و با سیاست فشار حداکثری کاری می‌کند که تقریباً هیچ کشوری نتواند به تجارت با ایران حتی فکر کند. There is certainly an impact that is being felt in the Iranian economy and تردیدی وجود ندارد که کمپین فشار حداکثری ترامپ بر زندگی مردم ایران تاثیر گذاشته. گزارش‌های زیادی در این باره منتشر شده که نشان می‌دهد تحریم‌های سختگیرانه بر اقتصاد ایران و معیشت مردم اثر منفی گذاشته. اما نکته این است که تحریم در ذات برای این ساخته نشده که مردم را تحت فشار قرار بده، بلکه تحریم ابزاری است برای تغییر رفتار و سیاست دولت‌ها. تحریم‌های آمریکا ممکن است به صورت تاکتیکی در مواردی مانند محدود شدن کمک مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله تأثیر داشته، اما از لحاظ استراتژیک هنوز نتوانسته رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر بدهد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دو مرحله بازگردانده می‌شوند. مرحله دوم آن در سالگرد گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران. در فهرست بلند تحریم‌های آمریکا موارد جدیدی مانند میعانات گازی و صنایع پتروشیمی به چشم می‌خورد و برای نخستین بار در تاریخ رهبر جمهوری اسلامی و وزیر خارجه ایران هم تحریم می‌شوند.
آمریکا هنوز میتواند به فهرست تحریم ها علیه ایران موارد دیگری اضافه کند، مانند محدودیت سفر مقام های ایرانی یا تحریم گروه های وابسته به ایران در منطقه. با این حال مشخص نیست این تحریم ها چه تأثیری بر رفتار ایران داشته باشد. فهرست تحریم ها علیه ایران می تواند بلندتر هم بشود، اما جبران خسارت 40 سال از دست رفته برای اقتصاد ایران حتی اگر امروز هم آغاز شود کار دشواری است. شیده هوشمندی، بی بی سی. یونسکو به فهرست شهرهایی که آنها را خلاق نامیده 2 شهر دیگر از ایران را اضافه کرده: سنندج و بندرعباس. سنندج به خاطر موسیقیش و بندرعباس به علت صنایع دستیش. قبلا هم اصفهان و رشت به ترتیب به علت صنایع دستی و تنوع غذا به فهرست شهرهای خلاق دنیا اضافه شده بودند. هدف از این کار یونسکو جلب گردشگر بیشتر برای این شهرهاست. حالا عده‌ای از افراد تاثیرگذار در شناساندن جاهای دیدنی و جمعی از عکاس‌های برجسته به ایران دعوت شدند در سفری که به آن فم تریپ هم می‌گویند، سفری برای آشنا کردن مشاوران و دست‌اندرکاران گردشگری با دیدنی‌های یک شهر. ماجرای این سفر و چالش‌های گردشگری ایران در گزارش مینا جوشغانی. از دودادم تهران تا 33 پل و نصف جهان، از خراسان، خوزستان، کردستان و قشم تا شیراز. هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی تصاویر زیادی از جاذبه‌های گردشگری ایران و توریست‌های خندان با لباس‌های رنگارنگ منتشر می‌شد و هشتگ‌های فم چیپ و فیل ایران داغ بودند. هدا رستمی از چهره‌های مشهور شبکه‌های اجتماعی برگزار کننده فم چیپ ایران بود. او با دعوت از 12 چهره تاثیرگذار و عکاس‌های حرفه‌ای خارجی که میلیون‌ها دنبال کننده دارند، خواست مزه سفر به ایران را به جهان بچشاند. ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران، با تاکید بر انعکاس تصویری مثبت از ایران به جهان گفت: هر روشی که احساس می‌کنیم در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌توانیم راحت‌تر به آن بپردازیم و هزینه‌های کمتری در پی دارد را پیگیری می‌کنیم. یکی از شرکت کننده ها در فم تریپ ایران از شرینه‌هایش درباره ایران پیش از سفر می‌گوید: در رسانه‌های غربی تصویری که از ایران نشون داده میشه اینه که جهان سومه. حرفای ترامپ و تحریم و ممنوعیت روی گردشگری تاثیر میذاره، مثلا از سمت آمریکا و کانادا. به نظرم اصلا خوب نیست. من خیلی به سیاست وارد نیستم، اما فکر میکنم تحریم‌های آمریکا علیه ایران روی اروپا و کل جهان هم تاثیر میذاره. به نظرم خیلی غم‌انگیزه، چه برای پیشرفت گردشگری و چه برای تکامل مردم و جوانایی که میخوان در یه دنیای باز و مدرن زندگی کنن. سیاست خارجی ایران همواره با تعداد گردشگرها رابطه مستقیم داشته. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد تعداد گردشگرهای وارد شده در هر سال تا قبل از سال 2006 رشد آرام و پیوسته‌ای داشته و بعد از تحریم‌های شورای امنیت به پایین‌ترین میزان رسیده. به لطف توافق برجام در سال 2015 این رقم به 5,237,000 گردشگر خارجی رسید و از آن زمان هر سال شاهد رشد تعداد مسافرهای خارجی به ایران بوده‌ایم. اگرچه با بیرون رفتن آمریکا از توافق هسته‌ای در سال 2018 شتابش کمتر شد. اما چرا با این همه ظرفیت صنعت گردشگری ایران در تنگناست؟ اگرچه حجاب اجباری، ممنوعیت الکل و نبودن ساحل‌های آزاد برای گردشگرهای خارجی کمی دلسرد کننده است، چالش‌های اصلی این صنعت در ایران کمبود زیرساخت‌هاست. اطلاع رسانی و تبلیغ ناکافی، کمبود هتل و اقامتگاه، وصل نبودن به شبکه بانکی جهانی، ناوگان حمل و نقل قدیمی هوایی، زیرساخت‌های حمل و نقل کهنه زمینی، مشکل نقل و انتقالات مالی بین شرکت‌های مسافربری، لغو پروازهای مستقیم بسیاری از خطوط هوایی خارجی به ایران، لغو پروازهای خطوط هوایی ایران به بسیاری از مقاصد. تازه ترین اونها ایتالیا است که روز جمعه اول نوامبر پروازهای ماهان ایر رو لغو کرد.
اما در این سالها دولت‌ها اقدامات متعددی برای رونق بخشیدن به گردشگری کشور کردند، از جمله تسهیل صدور ویزا، ویزاهای فوری و یک طرفه، لغو ویزا برای گردشگرهای چینی، برگزاری همایش‌های تبلیغاتی و البته توافق برجام که از سرگیری پروازهای خطوط هوایی خارجی و بستن قراردادهای خرید هواپیماهای جدید را میسر کرد، هرچند بخشی از اون عملی نشد. در گفتگو با ووتیارا خام، عکاس فرانسوی، ازش تجربه سفرش به ایران رو و بازتابش در کشور خودش رو پرسیدم. برای من همه جا یکسان بود، خیلی فوق‌العاده بود. نمیدونستم از کجا عکس بگیرم، چون هر لحظه یه چهره و یه صحنه فوق‌العاده بود. خیلی خوشم اومد. وقتی برگشتم پاریس و با فرانسوی صحبت میکردم، بعضی زنها میگفتن نه من نمیتونم برم ایران چون نمیخوام حجاب بذارم، بعضی هم میگفتن نمیخوان روسری بپوشن و بعضی دیگه میگفتن که امنیت نداره. بعضی ها از نحوه انعکاس حجاب گردشگرهای زن ناراضی بودند و می گفتند اجباری که برای زنان ایرانی دردسر ساز است را نباید تشویق کرد. و بعضی کارشناسان هم آن را یک نمایش دانستند که با واقعیت‌های زیرساخت گردشگری ایران فاصله دارد. فمچیپ ایران با حاشیه‌هایی هم همراه بود. بسیاری این پروژه را دولتی و با اهدافی فراتر از تبلیغ گردشگری دانستند. ادعایی که با تایید علی اصغر مونسان وزیر گردشگری تقویت شد، اما هدی رستمی کمی بعد در اینستاگرامش آن را تکذیب کرد. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.